به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. احمد سعیدی با نشر اینکس روی برگه فیسبوکش نگاشته است: با عرض سلام، مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای پاکستان گفته است زنان افغانستان باید بر اساس دیدگاه اسلامی و پشتونوالی آموزش ببینند. هدف این ملای شیطان صفت چیست که این گونه سفارش می کند؟ حالا شما در این مورد قضاوت کنید. اختصاص 200,000 نمره زمین برای برگشت کنندگان. عطاءالله مری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، می گوید که برای برگشت کنندگان 200,000 نمره زمین اختصاص داده شده است. او که رئیس کمیته انتقال ملکیت و اجاره دهی زمین کمیسیون طالبان برای رسیدگی به مشکلات برگشت کنندگان است، می گوید کسانی که مستحق زمین هستند که در افغانستان زمین ندارند. به گفته عمری، برای این افراد با توجه به نفوذ خانوادش زمین برای سکونت توزیع می شود. او در ویدیویی که روز جمعه در خبرگزاری دولتی باختر تحت مدیریت طالبان نشر کرده، می گوید که برای خانواده مستحق که جمعیتش 10 نفر است، 10 بسوه، و برای خانواده هایی که جمعیتشان بیشتر از 15 بسوه زمین توزیع می شود. عمری می گوید برای کسانی که زمین برای سکونت توزیع می شود، سند مالکیت نیز صادر می شود. او اضافه می کند که برای برگشت کنندگانی که زمین برای سکونت دارند، زمین اشتغالزایی ندارند، زمین زراعتی در اختیارشان قرار می گیرند. به گفته عمری، درباره توزیع این زمین ها طرز العمل ترتیب شده و نظر به درخواست متقاضی زمین زراعتی برای مدت در اختیارش قرار می گیرد. اخیراً پاکستان اقدام به اخراج گروه مهاجران افغانستان کرده. تا کنون 100 نفر مجبور شدند از پاکستان به افغانستان برگردند. روند اخراج مهاجران بدون اسناد از ایران نیز ادامه دارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده است که بر ساختمان گارنیزون طالبان در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان حمله کرده است. به گفته این جبهه، نیروهای ساعت 8:05 شنبه شب بر این مکان نظامی عملیات انجام داده که در نتیجه به طالبان تلفات وارد شده است. به گفته این جبهه، فرمانده گارنیزون طالبان در این حمله زخمی و دو محافظش کشته شدند. منابع مستقل در بغلان تاکنون این رویداد را به خبرنگار روزنامه 8 صبح تایید یا رد نکردند. این جبهه مدعی است که در نتیجه درگیری شب گذشته و نیروهایش آسیب نرسیده است. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. طالبان خانه یک نماینده سابق مجلس را در کابل آتش زدند. منابع میگویند که شکیلا هاشمی پس از تسلط طالبان بر کابل در اسد 1400 از سوی طالبان به طور پیوسته تحت فشار قرار داشت تا این خانه را که در سرک 17 وزیر محمد اکبر خان قرار دارد به اعضای طالبان بفروشد. با این حال خانم هاشمی در برابر این فشارها مقاومت کرده است. منابع معتبر گفتند در جریان بیش از 2 سال گذشته طالبان محدودیت های گسترده در برابر ساکنان این خانه وضع کرده بودند. از جمله از آنان خواسته بود به بام و طبقات بالای این ساختمان نروند. به گفته منابع، پس از آن که خانم هاشمی در برابر فشارهای طالبان برای فروش خانهش کوتا نیامد، طالبان روز پنجشنبه خانه او را با آتش کشیدند. این خانه در سرک 17 وزیر محمد اکبر خان در همسایگی ساختمان قرار دارد که ایمن الزواهری رهبر القاعده در ماه اسد 1401 در آن کشته شد. منابع گفتند شکیلا هاشمی خانه دیگری نیز در کابل دارد که آن هم توسط طالبان غصب شده است. هنوز طالبان درباره این رویداد ابراز نظر نکردند. شکیلا هاشمی سیاستمدار و نماینده ولایت لوگر در دوره های 15 و 16 مجلس نمایندگان افغانستان بود. او در دوره 16 مجلس نمایندگان عضو کمیسیون اقتصاد ملی هم بود. اعتراف ناخواسته قاری فسیودین فطرت. عارف رحمانی روی برگه تویترش می نگارد: لیدرستیز طالبان در سفر به ولایت بدخشان گفته جنگ در کشور راه حل نیست و کسانی که مخالف نظام طالبان هستند دست از جنگ بردارند و مشکلاتشان را از راه گفتگو و مذاکره مطرح کنند. سوال: طالبان که همیشه مدعی بودند هیچ گروه مقاومت و مسلحی که علیه آنها بجنگد، حالا این اعتراف ناخواسته آقای فسیح‌الدین فطرت نشان دادند که دروغگویی فایده ندارد.
نجات در راستگویی است. مقاومت و قدرت و جدیت در حال ضربه زدن و طالبان است. طالبان از فراگیر شدن مقاومت ترسیده است. با این دعوت‌های دلخوشانه تلاش می‌کنند از فراگیری آن بکاهد، اما مقاومت روز به روز فراگیرتر و جدی‌تر می‌شود. جبهات مقاومت ملی و جبهه آزادی با قدرت در هر جا بخواهند ضربات کاری به طالبان وارد می‌کنند. محمد نعیم لاله حمیدزی روی برگه فیسبوکش نگاشته است: بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد نعیم لاله حمیدزی، نماینده مردم ولایت قندهار در مجلس نمایندگان افغانستان، حمایت خود را از جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت ریاست احمد مسعود، فرزند شهید احمد شاه مسعود اعلام می کنم. مقاومت تنها راه آزادی وطن در مقابل تجاوز آشکار پاکستان به کشور است. بسیج عمومی و برچیدن دامن تروریسم از افغانستان، نقشه راه مورد توافق نشست ویانا نشر شد. 3 روز پس از پایان دومین دور نشست مخالفان طالبان در ویانا، اکنون نقشه راه این نشست که طرفها روی آن به توافق رسیدن نشر شده است. نسخه از این نقشه راه که روز جمعه به دسترس روزنامه 8 صبح قرار گرفته، حاوی توافق جریان‌های مخالف طالبان در داخل و خارج از کشور بر سر بسیج عمومی و مبارزه با تروریسم و افراطیت در افغانستان است. در بخش از این نقشه راه از بحث در مورد قانون اساسی و نوعیت نظام سیاسی آینده افغانستان، احیای جایگاه شایسته افغانستان در جامعه بین‌المللی و تقویت و گسترش هماهنگی و انسجام نیروهای مخالف طالبان به عنوان اهداف این نقشه راه یاد شده است. مکانیزم اجرایی این نقشه راه نیز در مراحل تهیه فراخوان بسیج جریان‌های مختلف، ایجاد کمیسیون برای نهایی کردن طرح بیرون رفت از بحران، برگزاری نشست عمومی برای بررسی نتایج و ارائه اسناد پیشنهادی در مشارکت با جامعه جهانی و ارتباط با کشورها برای جلب حمایت خلاصه شده است. نشست ویانا از سوی برخی از اشتراک کنندگان گام مهم برای بسیج نیروهای مخالف طالبان خوانده شده است. از سوی هم مقام های طالبان به ویژه ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و برگزاری نشست و همانند آن در مسکو و دوشنبه واکنش نشان داده و آن را به ضرر برگزار کنندگان خوانده است. تشکر از توجهتان. تا بعد. بدرود.